من مونا هستم. من قبل از اینکه به مسیحیت ایمان بیارم مسلمان بودم و در ایران خب دین اصلی برای من اسلام بود. من مسلمان فوق‌العاده معتقدی بودم. اعتقاداتی که من داشتم خیلی زیاد بود. یعنی سعی می‌کردم همه چیز رو انجام بدم، هر چیزی که توی شریعت بود، توی اون اسلام بود، همه رو انجام می‌دادم. سعی می‌کردم دونه به دونه تمام تلاشم می‌کردم. خب من همطور که قبلا گفتم دوباره تکرار می‌کنم، من خیلی معتقد بودم و سعی می‌کردم که بر اساس خب گفته‌ای که اسلام داشت امر به معروف هم بکنم. خب با پوششی که داشتم، با اون اعتقاداتی که داشتم، با اون رفتاری که تو جامعه انجام می‌دادم. اینکه من شروع کردم به خوندن اون کتاب، قبلا شنیده بودم از همسرم، و اینکه وقتی ایشون به من گفت این کتاب رو بخون، من چون ایشون گفت خوندم، خب تسلط بیشتری رو من داشتن نسبت به همسرم. و اینکه شروع کردم به خوندن کتاب انجیل، انجیل یوحنا. بیشتر چیزی که توی انجیل یوحنا منو به سمت خودش کشید، یه شخصیتتون داستان‌هاتون کتاب بود که واقعا منو علاقه من کرد به خودش. یه شخصیت خیلی مهربون، یه شخصیتی که پدرانه با همه رفتار میکرد، یه شخصیتی که واقعا من عاشق اون شخصیت اصلی. همش احساس میکردم دارم یه کتابی رو میخونم، یه رمانی رو میخونم، چون داستانایی که داخلش بود با واقعیتهایی که ما خب توی اسلام هی میشنیدیم فرق میکرد و بیشتر برای من داستانوار بود. خوندم و عاشق شخصیت اصلی داستان شدم که عیسی مسیح بود. من اون شخصیت رو باور کرده بودم، یه شخصیت خیلی مهربونی رو. آروم آروم هی میخوندم باورهاشون، با لبخنداشون لبخند میزدم، با گریههاشون گریه میکردم، با ناراحتیهاشون ناراحت میشدم، و همه اینا باعث شد که من تصویری که تو ذهنم از عیسی مسیح میسازم خیلی قشنگتر باشه. و با این دید، با این دیدگاه، ما از کشور داشتیم خارج میشدیم. در صربستان یه مسیری رو از شید تا کرواسی، حدوداً فکر میکنم مسیر 7-8 ساعته، ما باید این رو پیاده میرفتیم. تو مسیری که داشتم میومدم، خب ما برخورد کردیم به یه فضایی که توی اون فضا ما فرصت داشتیم برای خوندن کتاب مقدس. خلاصه هیچی، ما نشستیم توی یه اتاقی با چند نفر از بچه‌ها، شروع کردیم از انجیل متا خوندن. و اون موقع هم فکر کنم دو تا بیشتر کتاب نداشتیم، یکی میخوند باقی گوش میدادن. همین شکلی شروع کردیم به خوندن، تا اینکه ما در اون زمان، در اون تایم که خب از ایران خارج شده بودیم و اینکه تصمیم داشتیم خب به کشورهای بالاتر بریم، من با این حالی که عیسی مسیح رو میشناختم، اما باور اصلیم، یعنی من زمانی که از ایران در اومدم بیرون، با خودم یک سوره ای از قرآن رو خوندم که توی اون سوره گفته میشه خداوند ایمان من رو حفظ کن از شر شیاطین. من اون سوره رو خوندم و گفتم خدایا من دارم از ایران خارج میشم، یه موقع اسلام رو از من نگیری، یه موقع خودت رو از من نگیری، از من فاصله نگیر. تا اینکه ما در اون زمان، در اون تایم که خب از ایران خارج شده بودیم و اینکه تصمیم داشتیم خب به کشورهای بالاتر بریم، لحظه که ما یه مسیری رو، یه خیابونی بود، حالا اکثرا اون مسیر رو میشناسن کسایی که تو صربستان هستن، یه خیابونیه که توی اون خیابون هیچ کسی نمیتونه از اون خیابون عبور کنه مگه اینکه به اجازه پلیسی باشه. ما مجبور بودیم اونجا رو رد کنیم و بریم یه طرف دیگه باشیم که اگه اون قسمت رو میرفتیم دیگه تموم شده بود. من هی تکرار میکردم و میگفتم تو خودت رو به من نشون بده، اگر خدای مسیح هستی، اگر زنده هستی، اگر میخوای من به تو ایمان بیارم، خودت رو به من نشون بده. ما چندین بار قبلش رفته بودیم اما این اتفاق نیفتاد. زمانی که ما از اون خیابون رد شدیم و این شاید از بین 100
نفر، شاید یک نفر میتونست از اون خیابون رد شه، ما یک گروه 15-16 نفره از اون خیابون رد شدیم و رفتیم. و این یه معجزه خیلی بزرگ خداوند بود برای من، بچه های من و اون گروهی که با هم بودیم اونجا. قاچاقبر گفت بشینید یه چند لحظه و اینکه این تایم رو استراحت کنید تا من دوروبر نگاه کنم ببینم پلیس هست یا نه. من یه بچه کوچیک 10 روزه داشتم، باران دخترم بغلم بود توی آغوشی و اینکه فکر نمی‌کنم آغوشی بود، حالت قنداق بود، بغلم بود الان یادم اومد، چون قبل از اینکه باران به دنیا بیاد ما ترای می‌زدیم، این به دنیا اومد، بغلم بود و گفتم که تکیه دادم به درخت، گفتم من ایمان آوردم، به خدای مسیح ایمان آوردم، به خدای هللویا ایمان آوردم. و وقتی من این حرف رو زدم همینجور داشتم گریه می کردم که فکر می کنم 2 دقیقه نشد، شاید کمتر 1 دقیقه نشد که دیدیم قاچاقبر خیلی آروم نشست و گفتش که تکون نخورید، پلیسا پشتمونن. ما دیدیم از پشتمون پلیسا نزدیک شاید 7-8-10 تا پلیس با سرعت دارن میان و میگن بشینید تکون نخورید. خب کسی که اون خیابون رو رد میکرد هیچ پلیسی نباید میدیدتش و میگرفتتش، اما پلیسا اومدن و ما رو گرفتن. من بهتون گفتم اگه اون خیابون رو رد میکردی دیگه وارد کرواسی میشدی و هیچ مشکلی نبود برات، اما بعد از اون پلیس ما رو اومد گرفت و اینم یک معجزه خداوند بود که من تو ادامه بهتون میگم. پلیس ها اومدن ما رو گرفتن، اما اصلا من تو اون حال و هوا نبودم. پلیس اومد گرفت، اصلا حال و هوام فرق کرده بود، عوض شده بود، یه حس دیگه ای داشتم، اصلا توی فضای دیگه ای بودم، چون دیدگاه هم دیگه عوض شده بود. من خداوند رو دیدم. من در اون لحظه، در بعد از شاید بهتون بگم 13 سال زندگی با همسرم، بعد از مدت زیادی که ایشون به من میگفت، تو ایران بودم، خوندم، همه به هم میگفتن تو کمپ 6 ماه 7 ماه ما نشستیم، متا خوندیم، یوحنا خوندیم، مرقس خوندیم، اما تأثیری ندیدم تا اینکه خداوند رو گفتم و دیدم. با تمام وجودم خداوند رو من دیدم. دیگه من تو اون حال و هوا نبودم، برام مهم نبود پلیس بگیره یا نگیره. تا اینکه ما سوار یه ونهایی شدیم که ما رو بردن توی اتاقک کوچیکی گذاشتن. همینجور من داشتم خیابون رو نگاه میکردم، طوفانی شد. من شاید بهتون بگم اون طوفان در سربستان بی سابقه بود، طوفانی که درختا تکون میخورد و اصلا درختا رو خم میکرد و بارندگی به شدت، یعنی گلوله های بارون انقدر زیاد بود که قشنگ تاپ میخورد زمین، میترکید. و اینکه نزدیک فکر میکنم 2 تا 3 روز، یادم نمیاد ولی مطمئنم یه تایم خیلی زیادی رو بارندگی شد توی اون تایم. و اینکه خداوند فقط میخواست من ایمان بیارم و اینکه اگر من با اون بچه 10 روزه توی اون جنگل 4 تا 5 روز میموندم، مطمئن بودم نه تنها من و بچه های من، همه اون بچه هایی که اونجا بودن آسیب میدیدن و شایدم میمردن. اینم یه معجزه خداوند بود. خب پلیسا ما رو گرفتن و اینکه بعد از اون وقتی که ما برگشتیم توی کمپ، من دیگه حال و هوای گذشته رو نداشتم، دیگه تصمیم به رفتن نداشتم، فقط این برام مهم بود که بیشتر بشناسمش، این برام مهم بود که بیشتر ببینمش. یعنی انقدر برام قشنگ شده بود. حالا من اینو تصور کنید، شما عاشق یک تصویر ذهنی شدید، اون تصویر ذهنی حقیقت براتون پیدا کرده، خودشو تو زندگیتون نشون داده، حالا الان دیگه رها بودم، آزاد بودم، واقعا آزاد بودم. و اینکه بیشتر شناختمش، بیشتر شناختمش، معجزاتشو خیلی بیشتر دیدم که فکر میکنم فرصت نمیشه برای گفتن معجزاتی که من توی زندگیم دیدم از عیسی مسیح. من در مسیح آرامش گرفتم، واقعا آرامشم رو هم خودم حس می‌کردم، هم اطرافیانم حس می‌کردن. و اینکه محبت مسیح رو من بیشتر هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر می‌دیدم و اینکه تصمیم گرفته بودم به مردمم این محبت رو نشون بدم. خب در گذشته به خاطر دیدگاهی که ما توی اسلام داشتیم بیشتر
ما میترسیدیم از آدم های اطراف، از چه میدونم کسایی که بیدین هستن، کسایی که نمیدونم با ما قوم قبیلهی فرق میکنن. اما بعد از اینکه من ایماندار شدم دیگه برام فرقی نمیکرد قومشون چیه، قبیلهشون چیه، کجایی هن، چی هن، عربن، عجمن، افغان هستن. با همشون ارتباط گرفته بودم، حس خوبی نسبت به همشون داشتم، چون هرچی میخوندم درکش برام بیشتر بود و اینکه سعی میکردم اون چیزی که درونم هست به مردم انتقال بدم. خداوند شبان من است. من تنها چیزی که میتونم در زندگی خودم الهام گرفتم و میتونم به همه انتشارش بدم اینکه خداوند شبان من است. محتاج به هیچ کس نخواهم بود. تنها چیزی که من فکر میکنم هم به من کمک کرده هم به مردم، این بزرگترین چیزه و من میخوام اینو انتشار بدم به همه.